Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. خب سوره بقره پاره سیم قرآن آیه رقم 283 معامله قرض و پرسنت آیه مبارک معنیش همین بود عزیزا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم علا سفرین یک شما مبادا مسافر در سفر باشه ولم تجید و کاتبان ایشما قرض پرسیدن وقتی کاتب نداره نویسنده نداره شاهد نداره در سفر هستین فریحان و مقبوضتون شما میتونین که در عوض قرضتون گراو گیره یکان چیز گراو مقبوضه باشد دستان گیره میتونه که یکان تلفنش گیره میتونه که شما یکان چیزی همون گیره و بعد کارش بود کنه فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر آدم های نغز باشن، امین باشن، انسان های امانت نگهدار باشن بین شما در ای انسان ها یک دیگریتان از روی خیش و تبار و اجداد و اولاد و دین میدونه که آدم های امانت دارن فَلْيُعَدِّ الَّذِينَ اُوتُوا مِنَ اَمَانَتَهُ شما میدونه که امانتی را که گریب او دوباره امورا باز میگردونه ایرا نغز میدونه میدونین که او امانت گریب و باز میگردونه در باوری شما درومدگی های بعضی ادمایی هستن که شاهید کاتبی چی در کار نیست ادمایی هستن که در باوری درومدگی هم خیلی میگیرن دوده گریفته میشوه اگر امانت داده تونن هیچ گپ ندارم اگر شما میتونه که ادمای امن باشن امان باشن تنج باشن ادمای عهد و وفادار باشن شما میتونه که به شاهید هم قرض معامله قرض بکنه یکون جای گناه نیست در سفر هیچ گپ ندارم اگر ولی یتق الله ربه و آدمایی که شما قرض میگیره نکن خدا سخت ترسه همه کار بین دو قشتان بیارین که مسئله دودگیری بی مسئله ایمونی های پگه ایمون تون در چنگ میزنن قرضگیر رو باید بسیار ای خدا پروا کنن سخت شب و روز باید پروا کنن ولا تکتم شهادتن و من یکتم ها فا اینه آثم قلبه هیچ مهان شهادتی شاهدی را پنهان نکنی شما در امون صحنه های داده گرفت قرض قواله داده گرفت های معامله قرض قواله شما چین شاهد بدین میدونیسین که دو آدم داده گرفت کرد میدونیسین که دو آدم به یک دیگرش معامله قرض کرد لیکن اونها شاهد نیاوردن هیچ چیز نیاوردن شما در امونجا شش تا بده همین کارا را نکردن اینش برور ده اینش پول شد گفت که من همان برای تو قرض امانت من قرض ادا میکنم من دو دکتر قرض گرفتی شما میدونی همین صحنه ها ده بده نپوشونه این خیلی صحنه ها را نپوشونه زیرا اینکه بسیار انسان ها هستن صحنه ها را میدونن که فلانی از فلانی پول گرفتگی هست لیکن نمیروان شهودتی تیم بین ده درویان نمیروان که همون انسان از مسئله ایمانی و مشکلات روز قیامت خلاص کنن نمیدونیم در بین گوان که برادر تا همی برادر قرض گرفته بدی ما در همون صحنه ها شهید بدیم در همون جا ما خبردار بدیم همی کرونا نکنه و شهادت پنهان کنه فا اینه آثمون قلبه و انسان ها دلشون رزیل های رزولت نمود میشه یا رزولت هست حرام های یا رزولت هست حرام نیست های من غیبت فرق ندارد درین دلت هست های هم کردنش حرام های هم در درین دلت بجوکنیش حرام های حسد هم بخیلی خودش حرام های هم در درین دل بجوکنیش حرام های یکی یک تمناهای ندرست میکنی یا تمنا میکنی که این باشه و مال باشه و پول باشه و سیاحت کنم مثل هم اینو داشته باشم این و آن هزار یک مسئله های هستن مثل این مقصد زنی زیبا رو آرزو میکنی آن این رزالت هست لیکن تو عملا اجراش نکنی حرام نمیشود بعضی آدم ها با دلشون تمنا میکنن حدیث صحیح هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که خداوند از امت من از دعوا و گناهشون گذشت ای کدام گناه ها همون گناه هایی که در دلشون میبیارن در عمل نشان نمیتین ارزو میکنن که از زنه که خوب در پیشون باشد ارزو میکنن که همین عملا نشان نمیتین همین در قفص سینه شون میمونن تمنا میکنن عمل در نشان نمیتین ای همین گناه ها خداوند گذشته بده تو عمل ده نشانتی اما بعضی رزولت های هست مثل شهادت بجا کردن کسی شهادت بجا میکنه این عمل عملی رزیله آثمون قلبی قلبه او را قلبش چیه میگه خدا رزیله
میدونه که می دکس معامله قرض دارن اما بنده نمیدونه گویا که برادر قرض امانت هم برادر تا بازگردون میشوه امروز که پیسمان هم نباشه خط هم نباشه هیچ هم نباشه قانون به قانون های امروز هم یک انسان حتی محکمه بیایه ای روی آدم گویا که من شاهدی میتیم که همین آدم ای همین آدم چی قرض داره پرونده هوی میشوه یک آدم هم باشه امروز همین کارو را میگه شما وقتی میدونی پنهان نکنی والله بما تعملون علیم خداوند به همه کاری ما دانا و علیم هست پروردگار هر یک عمل و کردار و رفتار ما را میدونه علم پروردگار کاشفه های علم پروردگار اجباری نیست که ما را میدونیست که فلانی در فلان سال میبیان به عمل مقصد دیگه همه کار مجبورن میکنه پروردگار علمش مجبوری نیست خدا میدونست که فرعون میبیا در عهد موسی دعوای خدایی میکنه علمی خداوند کاشفه کشف میکنه میچرا میدونه لیکن ما اجبار نمیکنه که حتما باید فرعون کافر شوه یا حتما فرعون دعوای خدایی کنه خداوند میدونست که انا میجه انسان ها میبیاین مسجد وی میکنن با اختیاری خودشون نمازخونی میبیاین با اختیاری خودشون ثواب انتخاب میکنن و آدمایی هستند که به اختیار خودشون سو امجا انتخاب نمیکنن اینا علم خداوند کاشفه همه ای را میدونه تا روز قیامت چیزی میشوه الله ای را میدونه تا روز قیامت چیزی بود او را خدا میدونه ای کدام جهت میدونه از جهت علم کشف میدونه از جهت جبر نه که او را میدونیست که همه آدم دمو گناه میروه نه پروردگار در بین 18,000 عالمش یگانه مخلوقی که انسان های من بینین که 18,000 مخلوقات صاحبای مقصد علم توحید میگن اگر 18,000 مخلوقات باشن یگانه مخلوقی که نام او چی عزیزان؟ انسان انا همین انسان در بین تمام مخلوقاتش انا همین پونکتا نداده در انسان فقط داده او چی بوده از نامش؟ اختیار انا همین روی اختیار ما جهنم میریم ایروی انمی اختیار ما بهشت نریم یگانه مخلوقی که در بین تمام مخلوقات پروردگار حق که خداوند او را جدا کرده ای تمام مخلوقاتش او چی بده عزیزان؟ اختیار شما ای را نغز دانین که الله تا روز قیامت چیزی را میدونه در حق ما علمش کاشفه علیم بدنش همه را کشف کرده میدونه و واسطه چی میدونسته؟ اختیار ما راه را برای ما هم کفر خلق کرده هم شکور ایمان همه ایچی را خداوند خلق کرده در پیش چشم ما موندگی هست در پیش ره ما موندگی هست اگر ما خودمون انتخاب نکردیم ما خودمون قبول نکردیم ما در قرآن کلمه داریم با نام چی هست؟ ایلا من تولا کلمه داریم با نام چی؟ تولا تولا چی را میگن عزیزان؟ پشتگردانی را خداوند تمام انواع هدایت را تمام انواع کار و فعالیت را در پیش ما میمونه مخمون که میکنه که نکردیم با خودمون به حال خمون میگذارم ولی با میفهمه میگه کتب نمی بیارن شهید نمی بیارن قرض نمی نویسن اسلامی نمی کنن قرآنی نمی کنن برای چی قرض می گیرن چی کار می کنن نمی کنن همه این راه های هدایت خدا آورده نمی کنن نمی کنن به یک روز یک بلا در گریفتار می شود به انام روز می بیا چی میگه بیا کار اسلامی کنیم او روز نمی شود دیگه که اسلامی یا می بخششن دو طرف صلح می شن یا محبسش میکنی به همین خلاص میشن دیگه راه نداره یا بخشش یا محبس یا ما عملهای جنایی دیگه راه نداره کاری که به اسلام و خدا حل شود این را از یاد ما نبراریم پیش ره ما در پروردگار تمام انواع خیر موندگی هست ما اختیار باید کنیم ما باید اختیار کنیم فلیت سخیلا هربه را دین مقصد فخر روزی در تفسیرش میبیند که باید قرضگیرو از خدا سخت پروا کنم پرواش همین بده است که هر قرضگیری که قرض میگیره هر قرضگیری که قرض میگیره اختیاری خودش قطعی میگیره اختیاری خودش قطعی هیچ پروای دادن قرضش نداره سال میگذره ما میگذره اهمیت نمیتیم با وجود همین که وقتی که نگاه میکنه همون میپرسه همون را در حقبازی میندازه بگا پگا سهر عبید بگا پگا سهر وقتی هم خیلی نغمه زیاد میکنه یک مراتبه دو مراتبه حدیث رسول الله بوده است صلی الله علیه و سلام هر کسی در معامله قرض امانت نیرنگ بازی میکنه خداوند هر روزش عذاب دوز می نویسه اینا دوز دان
یک نمودی دوزدم اینو هم دوز در اسلام باید دستش بریده شوه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مومین همه وقت مومینه که ولی زنا نکرده، اگر زنا کنه مومین نیست. مومین همه وقت مومینه که عرق ننوشیده، عرق نوشید مومین نیست. مومین همه وقت مومینه که دزدی نکره، دزدی کرده باید مومین نیست. یعنی که ایمان های بدنی همون میبرویه میروه، همون عمل جنایی را وقت میکنه مثل زنا، وقت مثل دزدی، مثل مقصد زنا و دزدی عرق نوشیدن، همون حالت اگر مره خدا پناتیه. انسان هایی که دزدی میروند دزدی در میمرن خدا پناتیه، عرق نوشیده میمرن خدا پناتیه، زنا کرده میمرن خدا پناتیه. اگر به توبه روند بسیار عذاب اینها نزد خدا سنگینه. بنابراین این سبب حدیث صحیح بخاری هست که کسی که مرتکب گناه کبیره شده گیه همون حالت در دنیا میگذره، همین سبب قدیم اگر جنازه شده نخونه. میدونه که همون زنا در مرده گیه، میدونه که عرق در مرده گیه، میدونه که دزدی در مرده گیه، جنازه شده میگه از جهت چی؟ از جهت زنجری شرعی، سیاست شرعیت میگه جنازه میاره نخونه. برای دیگه ها چی شو عزیزا؟ عبرت. مردم ما را جنازه شده نخونه ترخکت میشه آخی. برای انا همین یکی از این مسئله فلی اتقی الله ربه، ای آدم های قرض گیر، شما وقتی میگیری قرض امانت حقبازی نکنی، همون مولا چقدر بیاره تی نمیتونی خیر های درخواست کنی، همون شما را میپرسه و شما نیرنگ میکنی، پگه و بگه و سحر بازی میکنی، هر روز شما ثوابی دوز نویسته میشه، دوز به ایمان میشه. این شوخی نیست ایوخ. پیامبر اکرم میگه وقتی عذابی دوز که نویسن وای بر حالش، وقت عذاب دوز که نویسن وای بر حالش. خب در کتاب عمدت القاری آوردگی بده است که در شرح صحیح بخاری نظر یک چند علما را بسیار دلیل های عجیب آوردگی بده چرا انسان ها عطسه میزنن الحمدلله میگن. یکی روایت شده که بده ای حضرت سفیان ابن عیینه در باره عطسه زدن پرسیده بودین حضرت، گفتن خداوند برای بنده هاش نعمت های زیاد در سلامتی بدن اعضاهاشون داده، اما بنده هیچ شکری او را به جا نمی بیاره. از همین جد خداوند یک باد امر میکرده است که بدنش یک بد رو یک بلرزان شه، از بینی و خارش بینیش بیرون برو، از همونجا اخصا زدن ده الحمدلله گو اقلا شکری نعمت به جا بیاره. امروز خداوند برای ما نعمت های زیاد داده عزیزا، میکنه ما بینی های نشکریم. ما فقط یک چی را میبینیم، چوه وای داره ما نه، انا میقره میبینیم چوه وای داره ما نه، ما دیگه چی را نمیبینیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که در بدن انسان 300 چند بند های تا 399 تا بند بوده، بفتم انا میبغمو هر تای انا میبند و شکر میخواهم. هر یک همی بندو چی میخواستیم؟ شکر میخواستیم. اخی پنجه، این دست، این زبان، این دندان، این گوش، این ستون مهره 390 خط چند تا که باشه ایمی 333 تا 399 تا بند بوده، همینو شکر میخواستیم. بسیاری ترینی مو شکری همی رو چی خواهد جامعه بیاریم؟ روز میگذاره، سال میگذاره، به نهایت قدر نعمتاشا نمیدونیم. فقط امروز یک چیز مونده، شما وای دور و ما نداره، می نمیده ما زیق میشیم. اخی چشم، گوش، بینی، این همین زبانی گویو خداوند بسیاری نعمت ها را داده، ایمو پول طلب نکرده واللهی. آدمو برای یک گوهره که چشم امروز اروپا میرن علیش میکنن، قسم به خدا میلیون ها دلار خریب صرف کرده استیان. حتی که اروز خان و شاهزاده امروزه قطر فرزند میدهکش آبی زیر زبانش خشک میشده، یک امپول که آلمان میآورده یک دانش 700 دلار بوده، دو روز پس یک دانه میکرده که چشمه تک زبانش برویم. پروردگار خیلی نعمت های زیاد داده برای ما، قدرش نمیدونیم. یک امپول 700 دلار میکرده، دو روز لعابی دهنش کار میکرده تا لقمش آبولود شود. پروردگار نظر میکرده سفیان ابن عیینه، هنگامی که خدا میدیده که بندش هیچ الحمدلله و شکر و جا نمیارده است، با دیر امر میکرده است که ای بینیش بود رو یا بینیش خار که اخلا یا اخصا زنه، اخصا که میزده الحمدلله میگفته، تمام شکری 399 بند خداوند به جا میارده.
آخی خدا برحمی مرا میخره. اصا ان تحب شيئا وهو كره لكم، شما بسیاری کارو د زیق میشه، شما تجارت من نشدهسته، شما وظیفه من نشدهسته، شما کار من نشدهسته، زیق میشه. خدا میگه ما عاقبت چه میبینیم که بیزه برای همی برار نمیتیم. اصا ان تحب شيئا وهو كره لكم، شما بسیاری چیزایی را دوست میدارین، نه که برای شما چیه همو، برای شما دوست میدارین، نه که آینده همو ناخوش است. چما کارون برار نگیم تو نمیدونی خدا آخیر بینه، ما اول بینیم، ما میخوایم که همه ای کار همین روز شود. برای همین عزیزو باید نعمت های الهی را بینیم. 399 تا بنده تا بدن من دادن ما شکرانه شود جا نمیبیاریم. چی پس سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، الله فتح، اینو آن، یا لا اله الا الله، همین که ما ذکر میکنیم خدا بوی میشه خیال کردیم. نه، مخمون توزه میشیم، او بزرگ های، او واجب الوجود های، او همه چیش پره های، او محتاج نیست. ما سبحان الله میگیم توزه میشیم، ما الحمدلله میگیم توزه میشیم، ما میبیم به این درگاه تقدس سر میمونیم، ربی الاعلا میگیم، با او نزدیک میشیم. او یگان چه با ما محتاج نیست، ما از قدرتش به دنیا آمدیم. این نبینین که برای چی، برای ما سفیان ابن عیینه نبینین که میگه برای شما بادی را روان میکنه، شمال را روان میکنه که بینی شما را یه میخوره، شما اخصا میزنه، بینی شما را یه میخوره، شما اخصا میزنه. حتی اخصا زدن در بینی وقتی میامده آدم اخصا میزنه، جوابش ده الحمدلله رب العالمین. برای چی گفت از حضرت پرسیدیم؟ گفته بعد از اون میگه حضرت همین آیه مبارکه را خوان، رحم ربی، رحمت خدا جوش زد و در حق بندش رحم کرد، و بذالک خلقهم، از رحمتش گفته است من انسان چکار کردم؟ خلق کردم. انسان خداوند ای رحمتش خلق کرده بوده است. وقتی که ما ای رحم خدا به دنیا اومدگی باشیم، خدا ما را به حد دوست می‌داره، به حد خدا ما را سخت دوست می‌داره. ما اجمال از مورد مورد توجه الله بهره نیستیم. اون ماشین ساز نیست که ماشین ساز او در کوچه پرت که صاحبش می‌شود، او ساعت ساز نیست که ساعت در دست کی می‌غلطه. او ما را خلق کرده، ما اومدیم یا چرا میگن عالم زر، یا چرا عزیزا چی میگن عالمی زر. همون روزی که آدم علیه صلات و سلام میشوه راست در بدنش، روح میدمه میخیزه آدم میشوه، خداوند ضرب میکنه در پشتش، فرزندش در زمین میریزن، همیخی میریزن تمام تا قیامت. چند که فرزنده بد کناملتی صغیره مثلی مرچهک های سیاه میگه در زمین حرکت دارن، حرکت دارن. همون عالم چی میگفتن؟ عالمی زر. همیخی در بازی حضرت آدم میگه نگاه کرد، یه بچهش شناخت، همیخی نورانی های، بعد از او گفت پروردگار اونمو کدومیشه قخش روی در بینشان تا قیامت دید نسل شد. گفت او داوود های، گفت کی های؟ گفت داوود، گفت اولین مجاهد در زمین های. خب چهرش درخشید میگم خب. و گفت چند سال های عمرش؟ گفت عمری او 70 های. گفت کم بده 30 عمر ما دادم شم. و نگه حضرت داوود 100 سال عمر دی. در آن همون عالمی زر، همون جا ساز نمیگرفتن، میگه انا میخیل فرزندی آدم در جوش و خروش های. میگه شما ساز نگرفتی از عالمی زر. وقتی عالمی زر ده که شما ساز نگرفتی، میگه من شما را کمتر ایبرتر آوردم. عالمی صلب، عالمی کجا آوردم تا نمیگه؟ صلب. چی گونه که تیرا را میگیری در پترون پر میکنی؟ ملائکه هستن که همون تیرار پترانو را گرفتن در مگزین پدر را پر کردن، در پشت پدر موندن. اکنون از اوجه پریده کجا میدرویمو؟ رحمی مادر. ایره عالمی صلب میگن. همون جنبو قرار نگرفتیم، همون جنبو حرکت دادیم، اتاها دیگه در اوج اومدن، اوج اومدن به قراری کردن، شکم بچه گذاشتیم. کجا گذاشتیم؟ شکمی مادر. همی یک قطره آب منی از کلی بدن بوده، فخر رازی گفته است. یک قطره آب منی از کجا بوده؟ ای کلی بدن. همی اخسرم خداوند ای کلی بدن خلق کرده که بوده است. وقتی اخسر میزدی بدن ده زمین لرزه می اومده.
ای زمین لرزه در علم جغرافیا میگن چی تولد میشوند؟ که چی تولد میشده؟ که ای اخصه بدنی ما تولد میشده آورده فخری رازی چی گفته تولد میشوند؟ یکم آب مایع به دنیا میامده که آدم کسلی پیس نمیشده هر اخصه ده کسلی پیس نمیشده دویوم پروردگار در بدن انسان بادهای بده است که این بادها آدم را به کسلی هلاکتبار می آوردیان هر اخصه قده از دهان خارج می شده اکثر کسلی های سیل به نفس می گذره یا نه میگم پیش کسلی سیل ده نیست که اخصه نزنه از درون بدن انسان بیرون میکرده باکتری ها را سیوم گفته تمامی بدن انسان ده گفته ریزش می بیاید این ریزش گفته چیه میتونه که پوست بدن آدم ریخته رسوا شود آب چشم بدن آدم قاق شود انسان پروردگار با درایه میکنه که اخصه زن اخصه که میزدیم پروردگار همی بیماری از بدن آدم دفع میکرده آدم اگر اخصه نمیزده کور میشده است بعد از اون آورده قول ابن سینا را در کتابش این شخصیت گفته کسی اگر در یک روز سه بار اخصه زنه او سالم است کسی ای سه بار زیاد زنه او کسل است کسی ای سه تا پایان زنه او هم کسل است حتی پیشترم کامپیوتر خدا رحمت کنه هر روز آدما را نوس نزله بو میکشوندن میدونی نه نوس نزله بو میکشیدی به اخصه زده خوب میرفتی نزله چی را میگن عزیزان نزله در کتاب طب نزله هم خیلی کلمه فهمیدگی هست ها نزله این را چی میگن معنی در کجا میشوه سرده کسی اخصه میزده معنی سرش ساز میشده تازه میشده همین نوسی نزله نوسی معنی سر میدادیان که هم بوکش سخت سخت اخصه زن چیر که سر میریخته تازه میشده است در برای حکمت های اخصه گوزنیم یک ماه قبل دست بوار کنیم این اخصه چقدر یا نیروی بزرگ بده این اخصه چقدر یا چیزی رحمت خدا بده حتی که سفیان ابن عیینه گفتنش یکی از شکرای خدا بده اخصه اولین مراتبه روح خداوند در بدن آدم دماند حضرت آدم بعد از روح ایستاده کرده نمیدروید کجای آدم هم مالید خداوند بینیش هم مالید میگه اخصه زد اخصه پوسک حیات بده همو کنابکه حیات جقید و زندگی نامه آدم سر شد برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اخصه ای جانب خدا های اما دهنوازک ای جانب ابلیس های هر کس دهنوازک میکنه دهنش واز میکنه گفتن ابلیس دهنش میدروید برای کوشش کنه درون این نماز هم باشه قپی نشد به سه انگوش دهن محکم کردن سنت های اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم خداوند ما را برای راست هدایت کن خداوند این مسجد آباد و زیبا نگه دار پروردگار ما را اهل عطسه گردان این عطسه ها را در بدن ما رحمت گردان خداوند ما را سلامتی ما را خوب گردان پروردگار را از آفت بلا کلفت ما را نگهبان باش اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین سبح الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای اسلامی مؤمنین خدا همتان خوش آمدید خب پیش از وارد شدن به موضوع ما در سوره بقره پاره 3 آیه 283 درباره معامله قرض و فایض پیش از موضوع ما وارد شدن ما از حدیث های گوهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از قول بزرگا و پیشواهامون علمای عزام صحبتون میکردیم تا اینکه اخلاقمون بلند شود و سویه‌هامون بلند شود حضرت محمد ابن سیرین گفت است اخصه زدن در یک روز سه مراتبه اگر اخصه زنی نشانه سلامتی بده و بیش از سه بار اگر اخصه زیاد زدن نشانه بیماری بده
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیان که اخصه ای جانب خدا ای دهن وازه کردن از جانب ابلیس ای کسی که دهن وازه کنه و دهنش نقپه ابلیس بدن او ده وسوسش به قوت میشده اگر اخصه زد اخصه بسیار یک نعمت بزرگ بوده است اگر به یک زدن سه بار اخصه زد خیلی سالم بوده ای سه بار زیاد زد بیمار بوده است این محمد ابن سیرین آورده و در روایت آمده است از قول صحابگان بزرگ عدسه هیچ محل از بینی نمی براید عدسه گفت است از تمام بدن می براید ابو موسی اشعری چیگونه ای که نطفه از تمام بدن سرچشمه می گیرد فقط جای برآمدن نطفه از راه پایان ای جای برآمدن عدسه از بینی ای اما این گفته از کل بدن جمع می شود از تمام بدن جمع می شده یا عدسه بینی می آمده است زیرا که اولین عملی که حضرت آدم علیه السلام وقتی روح در آمده زنده شد عدسه بوده که بدن انسان زنده می شده حیات می بخشیده در روایتی که از تابعین بزرگ آمدگی بوده است قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلیل آوردیان که عدسه زدن برای بیماری نشانه شفا های آدم کسل اگر عدسه می زده نشانه چی بوده؟ شفا شفا ای جانب خدا آمده سبد است عدسه زدن فراوان برای شخص پنج چیز فایده می بخشد یکم از کسلی پس خلاص می خورده آدمی که عدسه زدن می گفته بر دوام پروردگار او را بیماری پوسته گرفتار نمی کرده دوم گفته در بدن آدم بادهای فراوان هست یعنی که بدن ما در بادها بوده این بادها تعدادش زیاده این هم یک خلق خدا هم او را مزاج میگن آدم وقتی مزاج نشناخت در بدن او باد پیدا میشود بادها بیماری های بسیار قحطال هم هم خیلی کلمه دانی خوبا نه بیماری قحطال میگیم عدسه زدن بر دوام همین گونه بادها را نابود میکرده سیون گفتای کسی که عدسه زیاد زنه بیماری چشم نمیشده در چشم بیماری آبریزی داشته و درد چشم آدم های عدسه میزدگی را چشماشون همیشه تازه میشده است چارون گفت از هر انسانی که اگر کسلی چی داشتگی باشه حفریت چی را میگن گیمرید عدسه اگر بردوام زنه خدا این درد از او دور میکنه با عدسه تبابت میشده یعنی کسل عدسه زیاد که میزده است از همونجا همون مایه هایی که خون و زرداب همش چی میگوید پایان میفرماده تازه میشده است پنجم گفتیان که هر انسان عدسه زیاد زنه موی های سرش قوی میشود این اکنون تیبی نبوی دار عدسه برای همین فایده بخش بده این شخصیت در کتابش یا را ذکر کرده بدون که عدسه زدن آن است که خداوند چون برای بنده هاش نعمت می دهد برای نعمتش پروردگار می خواهد که بنده شکر به جا بیاره همینچنین هیچ کس شکر که به جا نیاورد پروردگار برای او نعمت را عطا میکنه که او را عدسه میگن یا عدسه میزنی و الحمدلله میگی جواب عدسه چی بدهی؟ الحمدلله تو که شنیدی میگی یرحمک الله و یشفیک خدا ترا رحمت عطا کنه و شفا تیتا حضرت محمد ابن سیرین آورده است که هر کسی که اگر عدسه خوب زنه حل شدن خوراک در بدنش گوارا میشده حضرت امام سفیان ابن عیینه ضمن همین حدیث فرموده که هر عدسه برای بدن فایده بخش ای تا شماره عدسه ها سه دانه باشه ای سه تزیاج با فایده بخش نبوده سه دانه باشه اما چون از سه تا بیشتر شما گفته ای فایده نه بلکه بیماری ای این شخصیت در کتابش آورده است چی آورده عزیزا؟ گفته بدن نفر هیچ وقت خیانت نکنه
یکم به همسراتون دویم به دوستاتون. هیچ محل خیانت نکنه به دوست و همسر. رازهاتون فقط به دو نفر گوه، یکم به خودتون گوه، دویم به خدا. کوشش کنه سیراتون خدا دونه و خودتون دونه. همین چیزی سیره فقط به خودت گو. جای سیر ای همه جای بهترینش همه قلبه. ای قلب که سیر برامد و سیر نمیشه و دیگه. دویم راست فقط خودت دانی و پروردگار دانه. راز فقط به خودت گو، به پروردگارت گو. همیشه به دو چیز تکیه کن. یکم صبر، دویم دعا. یکم باش تکیه کن، صبر. هیچ دیگه تکیه نکن. در این زمین یکم صبر ده تکیه کن. دویم چی ده؟ دعا. دو چیز همیشه احتیاط کن، همیشه احتیاط کن. یکم پدر، دویم مادر. پدر و مادر را سخت احتیاط کنیم. این بسیار چیزی بزرگه هست. ولی زندان پروانه میکنه. ولی ای سر روان قسم به خدا همون روز ای دسته و به صاحب بودن فکر میکنیم. که در زمین تو صاحب نداری دیگر. برای همین این جمال این دو چیز سخت احتیاط کنیم میگم. دو چیز در دست خدا اصلا نترسه. دو چیز در دست که بدن؟ در دست خدا اصلا نترسه. این دست خدا دهی هیچ کس کفالت نمیده که این دست ما هی. این فقط دست خدا ده بده. یکم ریسق، دویم مرگ. ریسق مرگ دستی که ده بده است ایره هیچ کس کفالت داده نمیتونه غیر خدا. اه نترسه برای ریسق، این دست خدا ده بده. اه نترسه برای مردان، این دست خدا ده بده. بخواهم میموری، نخواهم نمیموری. بخواهم ریسقت میتیه، نخواهم کمش میکنه. او میکنه، هیچ کس نمیتونه. دست همون دار. اصلا برای اینها شما گفتن چکار نکنه؟ پروان نکنه و زیقم نشوه. ولی اتق الله ربهو، قرض گیرا. شما پروان کنه خدا ترسه. در همینجا یک کلمه است مدارا. یک کلمه است چی عزیزان؟ مدارا. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شما میگه با مردم مدارا کنه. در همین جوال یتق الله ربه را گفته است مدارا کنه. مدارا چی نمیگن عزیزا؟ ارزش قائل شوی. ای هم چیزی بزرگ این مدارا های. امروز ما مدارا را گم کردگیم. مدارا چیه عزیزا؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسن برای ما خصلت های مدارا را گبزن، خصلت های نیک انسانی را گبزن. جناب پیغمبر در جواب چی میگن؟ هر کسی که شما را آزار داد عفوش کنه. یکم از مدارا چی بدن؟ عفوش کنه. و میگرده قفا یک کار کفته اخی، میگرده با دمیمو کار سخت قپیده، میگرده دمیمو کار سر نداده. همین دیده سی خیلی شما را خفه کرده، یک بی معنی گفته، یا جده یا نفهمیده، یا چی گفته، در حال عفوش کنه. چه خش نشوی؟ ای همه مدارای بهتر همین بده است. خیلی اگه انسان ولی تقی الله ربهو، خیلی هم معامله قرض کرده است. خیلی اگه انسان شما عیده طرف و تقوی کنه پیشه کنه. خیلی اگه گرفته بعد با بزرگی الله جل و الله شانه در اینجا گفته است که تقوا فخر رازید قولی دیگری بزرگا را آورده است. گفته این مدارا. یک انسان یا آدم اگر یه اصلا قرض آدگی باشه در زمان شوروی تاج را گفته گشته خیلی دادی دادی آخی، یا توی همون اومده یا قرض کرده توی شکل زرانده بعد پنجا جا دا گفته میگرده آخی. خیلی قرض دادی همون آدم های محبس برو اومده، خیلی دستگیریش کرده همون آدم باید نیکی زده. ولی اتقی الله ربه و خمر خدا داده آخی. همون پول را که تا همون را خلاص کرده همون را هم خدا داده های. مولیک این زمین خدا های، مولیک همه انواع خدا های. خب به دستگیری تیه آدم خونده، به دستگیری تیه آدم صاحب زن شده، به دستگیری یک انسان یا انسان باید درجه رسته با پنجا دو جا گفته میگرده همون را. کنتر های خدا شرم کن. مدارا میگنی را. پیامبر مگه کسی شما را چی گفت؟ تیز آفش کنی بروی. براوا خیلی ها کسی خیر کرده، سخا کرده، قرض داده، چیز داده نداده و چکار کن؟ در حال هر جا نگو. خیلی مهلت هم دیر کرد، یه سال گو یک نیم سال داوار. خیلی نتونیست، همین انسانیت هست، ادم به کمبوتی نمیشود. خیلی بعدم آوردم دادک هر جا گفته نگرد.
ولی اتخیل نه ربه و از خدا پروا کنه. مدارا چیز بزرگه. اکثریت انسان ها از به مدارا بودن می افتن. با مردم مدارا کردن در کره. خصوصا اهل علم باید مردم در مثل قلپوش باشن. مثل چی باشن؟ قلپوش. من دیگه دیدگی هستن. شربا را می اندازن. کارتوشکا را می اندازن. لوبی را می اندازن. ولی وای اگر لذت دم دیدگی نیست وقتی که علوش میمونی میپره همش چیکار میکنه میپره این مردم جمعیت میاد این ده حق پیغمبر هم گپ میکنه جمعیت ده حق خدا هم گپ میکنه ده حق علما هم همه ده گپ کردن میگیره باید اهمیت نتی روزی که مو شوربا پخت و لذت دم دید به دونه تا ده میشینه یا روزی میشم که من میفهمم به آرام میشینه علما و پیغمبرا وارثاش قدی برای مردم قلپوش دیگم مدارا نمیای علما کوشش کنه که مردم باید قص نگیره مردم قد باید جنجال نکنه مردم باید قطعی باید خرخشه نکنه خیلی چیزی هست نیست مداراش همین بده چیزی هم که باشه بالای سرش چیکار کنه قلپوش باری باشه روایت میکنم پیش حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از خیش تباراش فقیر بوده میبیاین حضرت در کرسی خلافت ششتیان دنیا داده از شانه میدرایا حضرت عثمان قدی جنگ سر میکنه ای روزه که پدری من نور شما مورا نگاه نمیکنی شما دموی اینه شما اون بده شما صدقه خلیفه گی شوی همی گفتن میگره گفتن میگره حضرت میگم سالش میگرم تا میمونه و گوش میکنه پسر تغاش در همه مناقب شان میبیاره میگم 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 با آخر میگم آخر چی دومده برایم قگب گفتن آمده همی جا با ورقه پیشنهاد میکنه میگه یا حولی خریده سم پولم نمیرسه نباشه چی که پای نگفته حضرت عثمان ها شما اینه شما اینه شما دستگیری نمیکنه گفت 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 و حضرت میگه نگاه کرده و گفت در این نومد نوشته که من ده هزار تنگته اما این حولیه که تو پیشنهاد کرده است این 2000 تنگ صاحبش گفته که بوده اینجا من ده تا 1000 تنگه میتیم این 1000 تنگه دیگر ای کجا میوبی ای کجا میوبی ده قرض میکنم گفته نه کاتبش امر کرد که 2000 تنگه بیار بتشه داد میگه با یک حرمت احترام ایدار برنش کرد آمد شیش گفتن حضرت ای قاقا پویت را ای گفت نه آدمی پستدمان نه اینود گفت نه خیش بمهردمان چی گپو خبروی که نکرد این قدر گپو گفت الان شما با برای این چی داده عزیزان شما برای این چی داده گفت تو برای این با کاری خونه تا دادی پلی خونه تا دادی چی سبب شد این کار کردی گفته پروردگار حلیمه رسولش حلیمه باید ما هم حلیم باشیم حلیم چرا میگفتن عزیزان همیقه که میگیشم 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 سنگ میپرتایی سیو میپرتایم همیقه ایرم مدارا میگم برای انا همین فلیت سقی الله ربه قرض تیو قرض گیرو با چیزی هم باشه مدارو را دست گم نکنی مقصد که ای خدا پروا کنی مدارا کنی خیلی دادی دستگیری کرده هر جا در نگوه که مدارا کن خب کن اکنون برای مردم قلپوش شو چی افتا با ایمو قرزاره که قمارا گرم میکنم محتا با ایمو قرزاره که مورقه روشن میکنم چی این زمین ایمو قرزاره که انواع میوره میبروره میتیا چی درخت ایمو قرزاره که اکسیگن میتیا نخی ایره مدارا میگم برای همین این بنده به کمبوتی نمیشه های بزرگی خدا رو بین بسیار نمی کار رو بزیه باید باور کنی چندی این مسئله های خرخشه های خیلی مداروش که آفش که براوا فلیت خیلاها ربه و انا امین ای همه کلیدی آید انا امیند قرض و قرض گیره هر دو جانب شما مدارو رای دست نته خیلی چیزی بد نبود بخاطر خدا بسیاری کار رو بخشه بخاطر کار خدا بسیاری کار رو کنی خیلی یک انسان تربیه کوچه را دیده یک انسان تربیه سری دسترخانه ندیده تربیه پدره ندیده تربیه علمای ایزامه ندیده و میسی و خیلی دست به گریبان شده رهوش که براوا اهمیتش نده رهوش که براوا همین خیلی دنیا های این هم مدارای بزرگ باید علما نسبت جمعیت کنن جمعیت این مثل گله های گله یک مالی لنگ داره یا مالی کور داره یا مالی دیوانه داره یا مالی قطن برن خومه رفتگی داره یا مالی داره که ادم هم میزنه همه انا همین چوپانی داره میکنه وقتی راهبر شدی وقتی سید شدی وقتی آمدی پیشوا شدی برای مردم باید خادم باشی خدمتگار باشی شب و روز باید خواب نروی شب و روز باید خواب نکنی
این چیزها را باید هممون اهمیتیم. در یک خونه پنج تا فرزنده پنج نمود نوز داره. در یک خونه اگر ده تا فرزند باشد ده نمود نوز داره. سید القوم ای خادمهم. وقتی رهبر میشی، پیشوا میشی، پدر میشی، مادر میشی، میبیایی اکنون باید مدارا کنی. اینا را نگاه کنی. هر یک تن امینه خطی خودش باید نوز نوز شبروری. انا همین حالت دنیا پیش میروه. قرضوران باش شما میگه مدارا کنی. این خیلی نکنی. شما مدارا کنی میگه. خیلی دادی دادی و او را سر کرده میگردی. دادی شخی عمر داد ای مهلتش گذران یه روز پیش آور ده روز عقیف آور جدا جدا کرده آور هر جدا نگو تره دستگیری کرده به اوج اعلا رساندیش هر جدا نگو مدارا که او فشک براو این را میگن مدارا این را میگن اخلاق رسول الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیاین همون روزه که مکه را فتح میکنن میبیاین کیفتشانه در آستان کعبه میمونن کیفشان در کجا میمونن؟ در آستان کعبه میمونن. وقتی که کیفشان در آستان کعبه موندنده تمام مردم مکه مکرمه میبیاین. مکه مکرمه چیکار میکنن مردم؟ میبیاین. کیا میبین مشرکا؟ میگن امروز فرزند امک تا قطعی مو چکار کردن یکی؟ مو دیدیم قدرتی تیرا بزرگی تیرا درجه های کلونی تیرا ما شدیدیم تا قطعی مو چکار کردنی؟ بعد از او در این جواب چی میگه حضرت؟ اذهبو و انتم طلاقو برای من همه شما را بخشیدگیم برای من چیکار کردگی همه شما را بخشیدگیم برای من عزیزای همه چیز بزرگ مدارای همه انا همین ده باید ما قلپوش باشیم همه انا میرا باید ما اداره کنیم خب خسارت دیگری که از فایز اقتصاد بر جامعه وارد می شود این هم هست که هرگاه رباخور شکست بخرد ممکن است که نتواند در آینده ترقی کند. یکی از مسئله های مهمی که امروز در جامعه ما هستند اگر همه از بانک ها فایز میگیرند از بانک ها فایز میگیرند همون تاجران اگر شکست خورند ایره نگاه کنید همونا که شکست خوردن انا همون که پولی از بانک گرفتگی پولی که بود پولی جمعیت بود اول جمعیت شکست میخوره آینده ده او ترقی کردن نمیتونن زیرا سرمایه او تا این اندازه نبوده که بتواند خسارت را تحمل نماید بسیاری انمی انسان های تاجر و سوداگر وقتی از بانک ها پول گرفتن دیگر امکانیت دوباره برقرار شده نتونستن مصیبت ها بالای سرشان آمد تمام منفعتی که داشتم برباد رفت ایلاوه بر این میل تجارتشان نیست شد با این قرض بانک گو متحمیر از بانک گو هم در تگ قرض قواله بانک مونده هم ضرر در جمعیت رسونده هم تجارتش نابود شده اگر همین انسان ها از بانک قرض نمی گرفتن همون پوله که داشتگی خوشان خود تجارت میکردن اگر شکستن میخوردن نه جمعیت ده ضرر میرسوندن نه ای بانک متهم میموندن همون 2000 دلاری خودش نیست میشد اولام شبه گلیستان برای انا همین اکثریت تاجران باید احتیاط شوان داده گرفتی بانک هیچ کسا بای نکرده ایره اه ایود نبروری بانک در تمام جا ضرر آورده خصوصا همین مرکز خودش میگه که ریبای بانکی این شلوک اقتصادیات هست چی بوده ریبا؟ شلوک اقتصادیات تمام سرمایه دارو را شلوکش گفته این پرسنت هست بانک هایی که تو خونی ها را مکیده میگیرم یک سوداگر میبیا هم از بانک میگیره فایز ای بانک فایز گیری جمعیت ضرر میبینه هم خودش تجارتش اگر فساد شود یک تمام امکانیت چه بانک کشیده میگیره این خوش راست کرده نمیتونه با ضرر نوبتی را جمعیت میبینه 100,000 دلار در بانک وارد شده او پولی کی های او کدام پول های او پول باید جمعیت استفاده میبود اما یه آدم او قدی تجارت میکنه شما امروز بینید که پولی میلیون آدم قدی ده آدم تجارت میکنه اگر شکست خورن انمی که انسان ضربه میزنن انمی که انسان ها پست میشوند هیچ محل معلوم بوده است که ریباهای بانکی برای فایده جمعیت نبوده است سال 1954 در مصر تاجیرا به درجه پایان میروند کدام تاجیرا؟ پخته فروشا به درجه پایان میروند این تحلیلگر گفت که همه اینها از بانک قرض گرفتگی بودند
با درجه نرخ پخته پس شد میگه که اینها 35 دلاره گرفته بودن، با گردش همون دوره میگه 15 دلار ضرر دیدن، بالای ای بانک ها قرضار بودن. دولت همون روزه مصر میگه تمام پخته انمون دوره تاجیرا را به نرخ 40 دلار خرید، برای اون که گفت تاجیرا ضرر نبینن، تاجیر که ضرر بینه دولت ضرر میبینه، دولت باید پوشانه تمام تاجیرا را. امروز برعکس دولت میون تاجیرا را میشکنه. سال 1954 این آورده است که انا همون سال میگه 40 دلار، باز 5 دلار دیگه زیاد دولت گرفت، ای تپخته را گرفت که شما چیکار نکنی، شما ضرر نبینی. ضرر کلان میگه انمی بانک های ریباوی میگن مسیحی و رسوا کرده بودن، گرفتن در بازی دروانن. تاجیرای مصر خواستن که در داخل سرطان اقتصادی غوتونن، دولت دانا تمام تاجیراش نجات داد. میگه یه تاجیر اگر شکست خوره 10,000 آدم به کار میمونن. دولت بقوا، دولت دانا، دولت زیرک ای بودجه دولت میگیره، مالی امورا ولجید میکنه، بانک امورا محکم میکنه که تاجیر ای موفقیت بیرون نبرویا. چون امروز تاجیران میشکنن برای اون که در تجارت اونها هیچ مال قلپوش ندارن، شکست شکستن گره پرواش نداره، قلعه کنه تمام تجارت زراعتی رو رسوا میکنن. شما دیدین در همین وقتی مقصد در همین کرونا ویروس بود، شما اگر دیدگی باشه یک ساله کریدیتی همین تاجیر رو همین کشور رو بر کشور بخشید، چند قشه بخشید؟ یک ساله فایز بانک بخشید، آوف کرد که اینو کار نکرد، همه جا محکم شد. باید تاجیر نشکنه، تاجیر لطمه وارد نشود، سوداگر پشپان نخره. وقتی او از بانک ها قرض دارن، امروز یکان سوداگر نیست که معامله بانک نداشته باشه. یکمین غمی سوداگر باید کی میخورده عزیزان؟ دولت. دولت باید از بودجه میدادن که همیشه تاجیر ها قوی باشن، تاجیر که قوی شد همه ایچی میبوی میلنده. سال 1954 این تحلیلگر در کتابش همینه وارد کرده که مصر انمی خیلی سوداگر رو یاردم کرد. اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت رؤوف الرحیم. ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب برحمتک یا ارحم الراحمین.